روسای در جمهوری لیتوانی هر سال میزبان یک رقابت سنتی است که شرکت کنندگان در آن از داس برای کاهش ضرب آهنگ تند دنیای مدرن امروز استفاده میکنند. گزارشی از مهیار آرمین. شرکت کنندگان با داس‌های بلند سنتی در دست و کلاه‌های حصیری بر سر مسابقه پرطرفدار امسال روستای روبکالویا را آغاز کردند. زیمانس مورکیناس، سازمان دهنده مسابقه و عضو گروه غیر دولتی طرفداران حفاظت از محیط زیست میگوید پیام این مسابقه برای جهان این است که چگونه در هماهنگی با طبیعت باید از محیط زیست محافظت کرد. Didinė šito čempionato misija yra populiarinti dalgių naudojimą šitam skubančiame pasaulyje. مأموریت عمده ما در برگزاری این مسابقه پیشبرد بهره‌گیری از داس کشاورزی در جهانی است که به سرعت سنت‌ها را پشت سر می‌گذارد. داس ابزاری است برای فعالیت آرام و آهسته در طبیعت، نوعی مکاشفه همراه با حرکت و جنبش. همراه با پیشبرد بهره‌گیری از داس پیامی هم به جهان می‌فرستیم، چون ما طرفدار محیط زیست هستیم. می‌خواهیم بگوییم چگونه در هماهنگی با طبیعت از مناطق سبز حفاظت کنیم. برگزار کنندگان مسابقه میگویند شیوه های کشاورزی که زمانی فعالیت روزمره بود دارن به فراموشی سپرده میشوند. حالا دیگر انگشت شمار افرادی که با این ابزارها آشنا هستند. مهیار آرمین، صدای آمریکا، واشنگتن.